نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که برای نخستین بار افغانستان عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را برای یک دوره 4 ساله به دست آورده است. بانو عادله راز می‌افزاید که این عضویت به دنبال انتخابات اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به دست آمده است. با این حال، دفتر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در حساب رسمی تیوترش نوشته است: خوشحالیم که پیروزی تاریخی افغانستان را در انتخابات کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد برای دوره 2021 تا 2025 اعلام می‌کنیم. از زمان عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد، این نخستین بار است که افغانستان عضویت این کمیسیون مهم را به دست آورده است. و بعد از این تصمیم زنان افغانستان خواهند توانست که صدای رسای خود را به گوش تمام جهانیان برساند. اما به باور کمیسیون حقوق بشر، این دروازه است که زنان افغان از فرصتها، چالشها و دستاوردها را از اینجا می توانند به گوش جهان برسانند. بر جهانیان به نمایش بگذارند و بتوانند که از ظرفیتها و از چالشهای زنان به خوبی نمایندگی کرده بتوانند. هم در افغانستان هم در خارج از افغانستان فعالیت خود بر مردم نمایان بسازیم و مطابق از امتیازات خود به دست بیاریم. از سوی هم بانو همیرا قادری، شاعر، نویسنده و سوالان حقوق زن، عضویت افغانستان در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را مقام مهم خوانده می‌افزاید که شنیدن صدای زنان افغان قطعاً برای جهان مهم خواهد بود. اون صدای جهانی زنان و یا بسترهای حقوق بشری در دنیا، به این ترتیب ما بتوانیم هماهنگ شویم. کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد مسئولیت بررسی وضعیت زنان را به عهده دارد. این کمیسیون در سطح جهانی یک نهاد اصلی بین حکومتی است که به گونه ویژه به خاطر مساوات جندر و رشد و توانمندی زنان کار می کند.